سلام سلام به شما بینندگان عزیز، هر کجا که هستید خوش آمدید به تفسیر خبر. در آمریکا قتل جورج فلوید به دست یک پلیس این کشور از موضوعات روز است و پیامدهای آن که به شکل تظاهرات گوناگون در شهرهای مختلف آمریکا همچنان ادامه دارد. در ایران نیز حکومت فقیه همچنان به سخنان و گفتارهای خود، سینه به تنور چسباندنهای خود در رسانه‌های حکومتی و منبرهای فقاهتی ادامه می‌دهد. هدف حکومت ایران از این بابت چیست؟ حکومتی که بیشترین قتل‌های سیاسی رو و اعدام‌های سیاسی رو در پرونده 41 ساله خود دارد و پیروان ادیان مختلف رو هم از شیعیان، اهل سنت، کلیمی ها، مسیحی ها، بهایی ها و بسیار دیگر رو به جوخهای اعدام سپرده است. حکومت جمهوری اسلامی به دنبال چیست در این جار و جنجالی که بر سر قتل جورج فلوید به راه انداخته است؟ پرسش ها در این زمینه بسیاره. در بخش نخست برنامه مهمان من و شما هستند آقای محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین و عضو کمپین سفارت سبز، و ما در نیمه دوم به مناسبت آتش سوزی هایی که در نقاط مختلف کشور روی داده و همچنین قتل میلیون ها ماهی در خوزستان و اصفهان و جاهای دیگر نیز مهمان عزیز دیگری خواهیم داشت در ارتباط با محیط زیست. باز هم این اشاره من که در شرایطی که در خانه ها هستیم زندانیان سیاسی رو فراموش نکنیم، به یاد داشته باشیم که بسیارند در زندان‌های ایرانی، ایران جمهوری اسلامی، که به خاطر آینده‌ای روشن برای ایران و نسل‌های آینده ایرانی بخش بزرگی از زندگیشون در زندان‌های فقیه تباه شده و می‌شود و از جمله کسانی که به زندان فراخوانده شدند همایون پرهیزکار گرامی در گفتگو با تفسیر خبر چه گفت و چه میخواهد. با شما خواهیم بود و آقای محمد رضا حیدری پس از شنیدن گوشه ای از سخنان همایون پرهیزکار گرامی. تا لحظات دیگر. ما همین الانش هم در زندان هستیم، هیچ فرقی نداره. ما از زندان 80 میلیونی به نام ایران داریم میریم به زندان اوین. حالا نمیدونم چند هزار نفر اونجاست که حالا اتفاقا خیلی جالبه که من شنیدم که اوین رو دارن به بازداشتگاه موقت تبدیل میکنن، یه همچین مکانی رو دارن به بازداشتگاه موقت تبدیل میکنن. این چه معنی میتونه داشته باشه نظر شما؟ یعنی چه دستگیری قرار اتفاق بیفته؟ چه ترسی پشت این به قول معروف عملیات وجود داره؟ از چی میترسن؟ ضمن سلام به شما آقای محمد رضا حیدری عزیز، در اسلو نروژ این پرسش همایون گرامی رو شنیدید، اون هم در برابر حکومتی که سینه به تنور میشستونه برای قتل جورج فلوید، که اینجا به طور پیگیر میدونیم دستگاه قضایی آمریکا پیگیر بوده، قاتل جورج فلوید به زندان ابد محکوم شده و بقیه ماجراها که بینندگان کم و بیش در جریان هستند. از چه میترسه حکومت تهران؟ این جار و جنجال ها هم بر سرش چی هست؟ با درود به شما و همکارانتون و همچنین بینندگان برنامه، خب یه موقعیت خوبی برای جمهوری اسلامی مهیا شده تا با تبلیغات وسیعی که داره انجام میده عملا بخواد فرافکنی کنه آن مسائلی که در داخل ایران اتفاق افتاده و جبه عمومی رو به نفع خودش بخواد تغییر بده. بر اساس اخباری که ما به دست آوردیم الان رایزنهای فرهنگی جمهوری اسلامی در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در سراسر دنیا مأموریت پیدا کردن که با مطبوعات مصاحبه کنن و به نوعی شروع کنن به تبلیغات و بزرگنمایی این موضوع، کما اینکه برخی از رسانه‌هایی که حالا در غرب هم هستن به نوعی
این موضوع رو به حالت غیر قابل تحملی دارن بزرگ میکنه. حالا این مسئله یکی در غرب، ولی در داخل ایران خب جمهوری اسلامی میخواد توجیه کنه اقدامات خودش رو در سرکوب مردم ایران و اقداماتی که در آبان در واقع 97 در ایران افتاد و بیش از 1500 نفر رو جمهوری اسلامی پشت بده، ایران در زندان ها هنوز داره نگهداری میکنه. و صحبت هایی هم که هموطن عزیزمون الان پخش شد و بیان کردن، نشان دهنده اینه که بیش از 80 میلیون ایرانی در داخل ایران به گروگان گرفته شده یا به نوعی در زندان هستن و 67 میلیون ایرانی هم در خارج از کشور به نوعی در تبعید. این نتیجه حکومت 40 ساله ولی فقیه که در این وضعیت مردم ایران رو به این وضعیت فلاکتبار در واقع رسونده. خب این حنای تبلیغاتی جمهوری اسلامی فکر میکنین رنگی داره هنوز، چه در داخل چه در خارج، که چندون رنگی نداره؟ در داخل چی؟ خب در داخل که مردم ایران عملا دارن با گوشت و پوست و استخون خودشون وضعیت رو مشاهده میکنن و تحمل میکنن و میدونن که در این 40 ساله جمهوری اسلامی روز به روز وضعیت معیشتی اونها و وضعیت فرهنگی و اجتماعی اونها رو به تباهی کشیده و عملا جمهوری اسلامی در داخل کشور به جز رعب و وحشت و استفاده از اهرم در واقع نظامی و کشتار کار دیگه‌ای نمیتونه بکنه. و اگر اجازه بده مردم ایران بیان به صورت مسالمت‌آمیز در خیابان، عملا شاید ظرف یک هفته حکومت جمهوری اسلامی باید برچیده بشه. اما نکته‌ای که هست، در خارج ایران جمهوری اسلامی خب پول زیادی را داره هزینه میکنه در بین گروه‌های چپگرایی که به نوعی از جمهوری اسلامی دارن حمایت میکنن، منابع مالی دریافت میکنن، موقعیت خوبی پیدا کرده که بتونه روی قتل این سیاه‌پوست بخواد سرمایه گذاری کنه و تبلیغاتی رو بندازه تا در آستانه انتخابات آمریکا عملا بتونه از اون بهره برداری کنه، به نوعی که بتونه به اون خواست خودش که حالا دموکرات‌ها به قدرت برسن در آمریکا و در آینده بتونن سر قضیه برجام و سایر مسائلی که دارن مماشات کنن با آمریکا. خب ببینید، اقدام کاری که شده قتل جورج فلوید جنایت بسیار غم انگیزی بود، همه جنایت ها غم انگیزه، ولی خب بسیار جنایت زشت بود مثل جنایات دیگه ای که انجام شده، ولی نخستین بار نبود، بسیار دیگه بودن که در آمریکا کشته شدن سیاه‌پوستا و سفیدپوستا، تعداد بیشتری از سفیدپوستا بودن که به دست پلیس کشته شدن و همینطور هم پلیس، تعداد پلیس حتی در همین روزها و این دو سه هفته چندین پلیس کشته شد، اولین بار نیست، ولی اولین باره که ما میبینیم یک موج جهانی به راه افتاده که بیشتر هدفش به اصطلاح ترامپ و دولت کنونی آمریکا است به نظر میرسه. در اینجا هم این بحث هست که دستایی هم در کار صاحبان سرمایه، بزرگانی، بزرگ سرمایه داران آمریکا که دنبال این هستن که پلیس رو از دست دولت‌های محلی در بیارن، تبدیل به شرکت‌های خصوصی کنن، یک جور منبع درآمد. این حرف هم هست که در آمریکا. شما فکر می‌کنید واقعا چه هست هدف این در لندن یا جاهای دیگه، در سوئد شما این همه رسانه‌ها، واقعا هدف ترامپ اونطور که من اشاره کردم به نقل از بسیاری در آمریکا، یا هدف جستجوی عدالته؟ مثلا در نروژ هم از این اتفاقات به شکلهای دیگش اگر بر مبنای تبعیض نژادی باشه خب بسیار افتاده در اروپا و کشورهای دیگه. خب اگر واقعا هدف برقراری عدالت باشه خب نکته مهم و خوبیه، ولی خب از این موضوع دارن رسانه های در واقع دست راستی آمریکا به نحو احسن استفاده میکنن تا در آستانه انتخابات آمریکا بتونن عملا مانعی بشن برای پیروزی آقای ترامپ. و این چیزی هستش که الان به وضوح دیده میشه، خصوص این که در زمان خود آقای اوباما نیز این اتفاق افتاد و یک سیاه‌پوست کشته شد و عملا ما دیدیم که رسانه‌ها به این شدت بهش نپرداختن، در صورتی که الان میبینیم که اکثر رسانه‌های مهم آمریکا روی این قضیه فوکوس کردن و در خارج از آمریکا در کشورهای دیگه هم به نوعی چپگراها و نیروهایی که خواهان این هستن که یک عدالتی برقرار بشه این حالا به عنوان یک اهرمی در دست خود گرفتن. ولی نکته مهمش که مربوط میشه به بحث ما اینه که در واقع دولت مرکزی آمریکا امروز زیر فشار رسانه هاست، با توجه به صحبت هایی که آقای ترامپ کرده بر علیه رسانه ها، امروز زمان مناسبی شده تا این رسانه ها بخوان آقای ترامپ رو زیر فشار بیشتری بزنن. من اشاره کردم به اینکه در تلاش هستن که
پلیس رو، چه پلیس محلی ایالتی و چه پلیس فدرال رو، کم کم به شرکت‌های خصوصی واگذار کنن، از دست دولت‌های محلی یعنی ولایتی ایالتی در بیارن و همینطور بدن به منبع به هر حال یک بیزینس به قول انگلیسی زبان ها در بیاد و وزینه. این بحثیست مربوط به امور داخلی خود آمریکا. اما برگردیم به مسئله ایران و آمریکا. خب میبینیم اون تبلیغاتی که راه افتاده، سینه زنی نوح خانی، خب ما کم داشتیم زمینه های برای این کار ظاهرا اضافه شده الان بشه. کنار اون روزخانی های دیگه هم ادامه داره، مثل روزخانی امروز در دولت شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام ولعهد در مورد تحریم‌های تسلیحاتی. در این زمینه به ما چه خواهید گفت؟ که قرار در مهر ماه به پایان برسه و آمریکا ظاهرا قصد داره تمدید کنه و چین و روسیه مخالف. خب طبق برجام که در واقع الان به انتهای کارش رسیده، جمهوری اسلامی عملا در انتهای مهر ماه میتونه در واقع در قسمت فروش سلاح و خرید سلاح این تحریم ها برداشته میشه، تحریم هایی که طبق قطعنامه 2231 بر علیه جمهوری اسلامی تصویب شده. خب آمریکا الان خیلی فعالیت خودش رو افزایش داده و حتی یک قطعنامه رو میخواد در داخل شورای امنیت مطرح کنه و رونوشت رو هم برای کشورهایی که عضو در واقع شورای امنیت هستن ارسال کرده که با مخالفت ضمنی روسیه و چین مواجه شده. و همینجور که شما هم گفتین، آقای حسن روحانی هم امروز در هیئت دولت این موضوع رو مطرح کرد که انتظار داره روسیه و چین از هم در واقع هم پیمان خودشون یا ایران که به نوعی با اونها دست دوستی داده حمایت کنن و مانع بشن از اینکه آمریکا بخواد این تحریم‌های تسلیحاتی رو مجددا تا حالا بدون زمان تمدید کنه. و اولا یک موضوعی شده که به مورد مناقشه است بین روسیه و چین و آمریکا. حالا باید در این چند ماه آینده آیا واقعا آمریکا میتونه این مکانیزم ماشه رو که در برجام مطرح شده رو به نوعی از طریق همفکران خودش یا گروه های مثل انگلیس یا در واقع فرانسه اجرا کنه و عملا یا از طریق برجام این رو انجام بده یا از طریق شورای امنیت بتونه به دستاوردی برسه بر علیه ایران. این نکته ای هستش که فکر کنم در این چند ماه آینده مورد بحث زیادی بشه در محافل بین المللی و بعد دید که آمریکا واقعا میتونه موفق بشه. خب آقای حیدری، ببینید همزمان با تبادل دو زندانی آمریکایی در تهران و یک ایرانی که به اصطلاح تحریم‌ها رو دور زده بود در آمریکا، مبادله زندانیان گفته شد. هم آقای ترامپ، پرزیدنت ترامپ گفت و هم برایان هو که درها برای مذاکره همچنان بازه. این سیاست دوگانه افزایش فشار و درهای باز برای مذاکره یا نه سیاست چوب و هویج هست چه هست؟ و اگر مذاکراتی از طرف تهران پذیرفته نمیشه علتش چی هست؟ ببینید، مذاکراتی که داره جمهوری اسلامی انجام میده همواره پشت پرده این مذاکرات بوده و از طریق کانال‌هایی که حالا یا رسمی و غیر رسمی از طریق سفارت سوئیس یا بعضا از طریق کشورهایی مثل عمان بوده. جمهوری اسلامی هیچگاه مذاکرات خودش رو در زمینه‌هایی که مورد نظر خودش بوده با آمریکایی‌ها قطع نکرده و الان هم ما می‌بینیم که در زمینه تبادل زندانیان این بحث گفته میشه. حتی حالا در داخل ایران ما می‌بینیم قوه قضاییه روز گذشته سخنگوش مطرح کرد اگر قرار بحث آزادی به این زندانیان باشه باید با قوه قضاییه صحبت بشه. در هر صورت جمهوری اسلامی هیچگاه بحث مذاکره رو به نوعی در پشت پرده عملاً اجرا نکرده و سعی کرده این مسائل رو به نوعی از کنارش بگذاره. ولی خب آمریکا الان در یک شرایطی قرار گرفته آقای ترامپ که نیاز داره به اینکه به نوعی اگر بشه جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره، حتی اگر شده به صورت محدود بتونن در واقع حالا به قول بعضی از خبرنگاران و دوستانم یک عکس یادگاری با حسن روحانی آقای ترامپ داشته باشه. این نکته ای هستش که میخوان داشته باشن در کارنامه سیاست خارجیشون آمریکا. با فشار حداکثری هم من فکر میکنم تا این لحظه فقط روی مردم ایران بوده و مردم ایران رو در یک شرایط بسیار بدی قرار داده، علی‌رغم اینکه حالا منابع مالی خود جمهوری اسلامی هم برای اینکه بتونه به این گروه های نیابتی خودش در کشورهای که به اتفاق کم شده، ولی فشار الان بیشتر روی خود مردم متمرکزه و آمریکا فکر میکنه که این فشار اگه دست داری میتونه جوابگو باشه برای اینکه جمهوری اسلامی رو وادار کنه به پای میز بذاره.
ببینید منظور شما آوردن به میز مذاکره یعنی علنیه، چون جمهوری اسلامی هم تو که شرکت کردن گفته به طور محرمانه حاضر تمام بسیاری از شرایط آمریکا هم بپذیره. ظاهرا در آمریکا با این موافقت نشده، یعنی گفتن باید به طور علنی باشین. یکی نکته این هست. نکته دوم این موضوع که دونالد ترامپ از همون روزهای نخست که وقتی این برجام رو پس گرفت و خارج شد اعلام کرد که آماده مذاکره هستیم، مثلا اون روزهای نخست، نه الان که نزدیک به انتخابات آینده است. علت این که در تهران چون پاسخ مثبتی شنیده نمیشه این چه هست؟ علتش آیا این نیستش که منابع تصمیم گیری مختلف هستن و تضاد منافع دارن؟ باندهای قدرتمند که جناح نامیده میشوند هر کدوم یه سیاستی داره و یک منافعی که با اون یکی مخالفه، چه هست؟ ببینین بحث مذاکره که در دولت آقای ترامپ مطرح کرد، آقای پومپو یه 12 شرطی رو مطرح کرد که اگر جمهوری اسلامی بخواد وارد مذاکره علنی با آمریکا بشه عملا دیگه به حالت استحاله در میاد و این جمهوری اسلامی رو که امروز به نوعی تبلیغ شده در سطح خاورمیانه و جمهوری اسلامی تونسته برای خودش یک سری گروه‌های نیابتی و تروریستی رو به وجود بیاره، اونها عملا منفعل خواهند شد. چون جمهوری اسلامی اگر آمریکا ستیزی رو ازش بگیره چیز دیگه برای گفتن نداره. در بعد اقتصادی و اجتماعی در داخل ایران وضعیت واقعا اسفناکه و تنها چیزی که برای جمهوری اسلامی و شخص آقای علی خامنه‌ای مونده همین آمریکا ستیزیه که با این حرب بتونه نیروهای خودش رو به نوعی فعال نگه داره. و اگر قرار باشه بیام بشینم پای میز مذاکره علنی و این 12 شرط وزارت خارجه آمریکا که مطرح شده توسط آقای پومپو عملیاتی بشه، و عملا جمهوری اسلامی استحاله خواهد شد و به نوع افرادی که در بیت رهبری هستن و مشاورین آقای خامنه ای هستن متذکر شدن در زمینه که ما تبدیل میشیم به لیبی، چه بسا امکان داره بعد از این مذاکرات و این اتفاقات ما هم سرنوشتی مثل سرنوشت محمد قذافی داشته باشیم. به خاطر همینه که ما میبینیم جمهوری اسلامی تاکنون هم به این خواسته آمریکا نداده، علارغم اینکه مکررا رئیس جمهور آمریکا خواستار مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی بود. خب این در وقتی مقایسه میکنیم با زمان خمینی میبینیم که خمینی حرف اول تا آخر رو خمینی میزد، جنگ باید ادامه پیدا کنه، جنگ باید متوقف بشه، حرفی بالاتر از حرف اون نبود. ولی در ایران کنونی یا وضعیت حکومت در حال حاضر میبینیم که حرفای دوگانه و موازی گاه متضاد شنیده میشه. یعنی یک زمان میان مذاکرات و لبهای به خنده های بیجا گشوده محمد جواد ظریف و همه اینا هست و پیمان 5 به اضافه 1 و بعد همزمان آزمایش موشک هایی که با نابودی اسرائیل شناسایی میشن بر اونها نوشته شده. باز برمیگردم به همین حرف، آیا این ساختار حکومت نیست که مؤثر هست در این انزوایی که هست یا این وضعیتی که هست و این فشار روزافزونی که هست؟ ببینید جناب چالنگی، قدرت مطلقه ولی فقیه که الان در دست آقای خامنه ای هست در داخل ایران عملا اومده یک بازی دوگانه ای رو به وجود آورده تا بتونه برای خارج از ایران و حالا رسانه ها یا افرادی که صاحب نظر هستن و دارن در واقع اخبار ایران رو رصد میکنن اینگونه القا بشه که در داخل ایران دو سیاست وجود داره، حالا به نوعی بین خود ماها به عنوان اصولگرا یا اصلاح طلب، اینها بخوان این بازی رو به جلو ببرن، ولی تصمیم گیرنده نهایی و اصلی کسی نیست جز آقای خامنه ای. یعنی بیت رهبری و آقای خامنه ای هستن که تعیین کننده هستن که کدوم سیاست باید الان غالب باشه و کدوم سیاست باید مغلوب بشه. و ما امروز میبینیم که اگر دستور آقای خامنه ای و اون نرمش قهرمانانه نبود، آقای ظریف و تیمش نمیتونستن به برجام برسن. و امروز هم باز با شاهد این هستیم که اگر آقای خامنه ای نخوان نرمش قهرمانانه دیگه ای انجام بدن، هرگز مذاکرات دیگه ای انجام نخواهد. آیا این نیستش که با توجه به چنین ساختاری در ایران و چنین وضعیتی که شما اشاره کردید، این آب در هاون کوبیدن از طرف آمریکا که دعوت به مذاکره، یعنی برای همیشه چنین دعوتی نمیتونه پا بر جا باشه چون از اون ور شرایط مساعد نیست، کما اینکه در زمان اوباما نبوده، در زمان جورج بوش و حتی در زمان کلینتون اقدامات بسیار بسیار زیادی شد، امتیازات بسیار زیادی داده شد. بله خب دقیقاً همین جوره، یعنی عملاً خدمتتون عرض کردم که اگر آمریکا ستیزی رو از جمهوری اسلامی بگیریم و از بیانات آقای خامنه‌ای حذف بشه چیزی برای گفتن دیگه نمیمونه و
بخوان این نیروهایی رو که میلیاردها دلار ثروت مردم ایران پای اونها هزینه شده، حزب الله لبنان، هشت و شعبی عراق، یا حوثی های یمن، یا گروه هایی که در آفریقا جمهوری اسلامی اونها رو آموزش داده، یا همینک در آمریکای جنوبی جمهوری اسلامی داره اونجا سرمایه گذاری زیادی کرده، عملا دیگه نمیتونه با بحث اینکه بخواد با آمریکا بشینه مذاکره کنه و دست دوستی با آمریکا بده و بعد بخواد همون اقدامات قبلی خودش رو هم ادامه بده. بدون آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی به انتهای خط رسیده و عملا همونجوری که شما گفتینم الان آب در هاون کوبیدنه اگر بخواد آمریکا منتظر مذاکره با جمهوری اسلامی باشه. و به نظر میرسه که سیاست ها یا عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در کشورهایی مثل عراق و یمن و سوریه و جاهای دیگه عملا داره با شکست، چه دخالت های نظامی و چه اقدامات تبلیغاتی، چون زمزمه هایی هست برای تعطیلی شبکه های تلویزیونی مربوط به وزارت اطلاعات العالم و پرس تیوی. این سیاست ها رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ واقعا به شکست رسیده، به بنبست رسیده، یا خیر اونطور که تهران هنوز در بوق های فعلا موجودش میدمه رو به پیروزی داره، کجاست؟ خب به خاطر همینه که الان میبینیم آقای برایان هوک اومده صحبت کرده و گفته که تاثیر این تحریم ها عالی بوده و عملا باعث شده که منابع مالی جمهوری اسلامی کاهش پیدا کنه. خب قاعدتا به خاطر نبود این منابع مالی و عدم دسترسی جمهوری اسلامی به پول هایی که داره باعث شده که الان خب دست به یک سری اقداماتی بزنه برای کاهش بودجه خودش و ابتدا شروع کرده به حذف همین کانال های ماهواره‌ای و اقداماتی که برای اعزام حتی دیپلمات های جمهوری اسلامی، این که بخشی که مربوط به خود ما هست و از دوستانم در واقع اطلاع کسب کردیم، کاهش نیروهایی که در داخل سفارت خونه بودن، همین دیپلمات های در واقع کاریری جمهوری اسلامی که مثلا در هر سفارت خونه میتونستن 6 7 نفر باشن، الان تبدیل به 2 نفر یا 3 نفرشون کردن. اینا در واقع نبود منابع مالی که جمهوری اسلامی داره کاهش میده تا بتونه بلکه این مدت باقی مانده تا انتخابات آمریکا بتونن خودشون رو بکشن، تا بلکه اگر چنانچه جو بایدن به قدرت رسید بتونن از طریق لابی هایی که دارن اقداماتی رو انجام بدن برای همون مذاکرات پشت پرده، نه مذاکرات علنی که الان آقای ترامپ مد نظرشه. آقای حیدری عزیز، ببینید بعد از رویارویی اقتصادی آمریکا و چین و بعد شیوع ویروس کرونا که همه عالم رو گرفتار کرده، ما میبینیم الان یک حساسیت یا یک اعتراضات گسترده جهانی هست نسبت، باز هم تأکید و تکرار میکنم، قتل فجیع جورج براون، جنایت بسیار بزرگ که بیش و پیش از هر جا در خود آمریکا مورد اعتراض قرار گرفت. این اتفاق رو در سطح جهانی ما میبینیم، در لندن گرفته، در نروژ که شما هستید، در کشورهای دیگه اسکاندیناوی و جاهای مختلف، به هر حال در آمریکا بسیار، شما اشاره کردید مایکل براون، اریک گارنر و بسیاری دیگه از سیاهان آمریکا کشته شدن و همینطور سفید پوستان آمریکا به دست پلیس، ولی چنین واکنشی نبود. انگشت اتهام در این ماجراها ضمناً در از همین آمریکا متوجه چین شده در این رویدادها و کشورهای دیگه، آیا چون برخورد و رویارویی رو هم در این عرصه ها میبینید بین چین و آمریکا یا روسیه و چین با آمریکا چه هست؟ ببینید تضاد منافع وجود داره الان، در واقع مذاکراتی که برای کاهش آزمایش های اتمی هست بین روسیه و ایران، روسیه و آمریکا، یا بحثی که در واقع با چین دارن تو بحث اقتصادی، اینها مواردی هستش که عملا نشون میده که حتی روسیه و چین هم تمایلی به ادامه حضور در واقع آقای ترامپ در کاخ سفید ندارن و میتونن از هر فرصتی استفاده کنن برای ضربه زدن به هم دیگه. و در این اصل من همونجور که خدمتتون گفتم نقش رسانه‌ها رو نباید دست کم بگیریم، با توجه به اینکه آقای ترامپ و کاخ سفید مکررن رسانه‌ها رو عملا به نوعی اونها رو فیک نیوز نامیده و نخواسته که اونها و نقش اونها رو به نوعی باور کنه، منجر شده که الان یک فشار حداکثری رو روی آقای ترامپ به وجود بیاد و همچنین این بحث در واقع کشورهای دیگه، هر جمله حتی روسیه، چین و ایران، از نقطه نظر خود مقامات کاخ سفید و شورای امنیت خود در واقع آقای ترامپ هم مطرح شده که اونا دارن دخالت میکنن. در این شرایط خب معمولا این کشورها نفوذ میکنن برای تحت فشار قرار دادن
دولت مرکزی اون کشور و بتونن از این قضایه به نفع خودشون بهره برداری بکنن. خب جمهوری اسلامی هم داره به نوع دیگه بهره برداری میکنه، روسیه و چین هم به نوع خودشون دارن به نفع خودشون بهره برداری میکنن. یعنی آیا میشه به طور خلاصه استنباط کرد از صحبت شما که جنگ سرد به شکل دیگه آغاز شده و ادامه داره؟ همونطور که میبینیم در این ماجراها تظاهرات و اعتراضات مردم هنگ کنگ به فراموشی سپرده شده. دقیقا اگر بخوایم به این مسئله توجه کنیم که خود چینی های موضوع رو مطرح کردن و سخنگوی وزارت خارجه چین متذکر شد که آمریکا داره وارد بازی جنگ سرد میشه و من فکر میکنم با توجه به تضاد منافعی که وجود داره عملا باعث شده که ما داریم به اون سمت پیش بریم و حالا انتخابات آمریکا پیش روه و همه امیدوارن که یک اتفاق بیفته. اگر آقای ترامپ مجددا به کاخ سفید بره قاعدتا فشارها بر چین و روسیه و همچنین جمهوری اسلامی افزایش خواهد. سپاس بسیار داریم آقای محمد رضا حیدری عزیز، با سپاس از شما در اسلو نروژ. به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. آقای محمد رضا حیدری عضو کمپین سفارت سبز و دیپلمات پیشین اسلو نروژ. جنگ سرد به شکل دیگری در جریان است، نظره بسیاری در پکن، واشنگتن و برخی از پایتخت‌های اروپا پایی. همزمان با جنگ سرد در عرصه جهانی شعله‌های گرم، شعله‌های داغ، شعله‌های برافروخته بسیاری از اماکن رو در تهران و شهرهای دیگه به آتش کشید. محیط زیست در ایران پس از انقلاب به چه وضعیتی در آمده است؟ آن سوتر میلیون‌ها ماهی نابود شدند در زاینده رود و در آبهای خوزستان و خلیج فارس و جای جای دیگر. محیط زیست یکی از قربانیان حکومت انقلابی اسلامی در ایران. تا دقایق دیگه با من و شما خواهند بود آقای دکتر نامدار بقای یزدی، کارشناس محیط زیست در لندن انگلستان. تا لحظات دیگر. بالاتر از پارک جمشیدیه سمت کلکشال متاسفانه همین الان آتش‌سوزی شدیدی هم هست متاسفانه. برای این مسئولین استان بوشهر اینقدر بود که به فکر اینا باشن. کل کویل تنگزد درنگ چاپ سرمرد همه اصلا تشت میگیرن. کلی پرنده، چرنده، حیوان، درخت همه نابود آوی. Venga, hazte mirar, hazte mirar, puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser. Me ayudo, me ayudo. همونطور که اشاره کردم با من و شما هستند آقای نامدار بقایی یزدی دارای درجه دکترا در میکروشناسی. ضمن خوش آمد به شما و ابراز خوشحالی از اینکه از بستر بیماری برخاستید، بر کرونا غلبه کردید که مطمئنم بینندگان ما نیز خوشحالند از این بابت،
به شما خوش آمد میگیم به تفسیر خبر در لندن آقای بقایی یزدی گرامی. با درود خدمت شما جناب چالنگی و همه بینندگان تلویزیون ایران فردا و برنامه شما، خیلی سپاسگزارم از لطفتون. بله، منم مثل بسیاری از اشخاص دیگه مبتلا به این بیماری شدم متاسفانه، ولی الان خوشبختانه دو ماهه که از بیمارستان مرخص شدم و در منزل هستم و دارم به هر حال دوره نقاهت رو میگذرونم، ولی خیلی بهتر هستم به لطف دوستان که همه احوال پرسی کردن و به هر حال به خیر گذشت. بنابراین آقای بقایی عزیز، شفاپذیری امکان دار، نمونهش خوشبختانه خود شما هستید. به ما بفرمایید شما به عنوان یک کارشناس، یک میکروب شناس برجسته، اون چرا که حکومت ایران انجام داد در قبال کرونا که مطمئنم به دقت دنبال کردید، کجاش مثبت بود، کجاش منفی بود، چه هست، چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید، چیزی که جناب چالنگی در مورد وضعیت ایران و این موضوع کرونا میشه گفت، واقعا اولین چیزی که خیلی شاخص هست این فداکاری کادر پزشکی و پرستاری ایران هست. واقعا یعنی اونها بی‌نظیر عمل کردن، از جونشون گذشتن، چون همونطور که میدونید بسیاری از این عزیزان از دست رفتن در این جریان این شیوع بیماری کرونا، و ولی تونستن با مهارت بسیار بتونن در خیلی جاها این رو مهار بکنن، این بیماری رو، و تا اونجایی که میشه به معالجه بیماران بپردازن. این رو در وهله اول بایستی گفت. ولی در مورد کارکرد دولت آقای روحانی، اصولا حکومت جمهوری اسلامی، بسیار بد و اشتباه عمل کردن، مسلمه. برای اینکه شما از روز اول میبینید همه جای دنیا کم و بیش داشتن پروازهایی که از چین به کشورهاشون میشد رو متوقف میکردن، ولی ما هنوز در ایران روزی چندین پرواز از اون شهر ووهان و مناطق دیگه چین به ایران میومد. طلاب چینی میومدن در قم اونجا دروس دینی و عرض کنم فقهی و مذهبی بگیرن، و اینها به هر حال مسلماً همراه خودشون بیماری رو آورده بودن، پخش شده بود و نتونسته بود دولت واقعا درست عمل کنه. میدونید نزدیک انتخاباتشون بود، نزدیک سالگرد انقلاب بود، همه اینها دست به دست هم داد و یک واقعا به نظر من فاجعه ای رو به وجود آورد. یعنی میتونست عمل کنه یا خیر؟ چندونم میبینیم بعد از انتخابات همه این مسائل هم آمدن و خیلی کارهایی کردن که نباید میکردن، مثل باز کردن درهای اماکن عمومی، حرمها و جاهای دیگه. صد درصد بسیاری مسائل رو درست بهش عمل نکردن، نتونستن. در حقیقت میدونید همون اول که این جریان شروع شد بایستی اعلام میکردن، بایستی جلوش رو میگرفتن، اماکن عمومی رو میبستن، اماکن مذهبی رو میبستن، ولی خب متاسفانه خیلی در این کارها اشتباه شد، خیلی دیر عمل کردن. نه فقط حالا فقط هم تقصیر رو گردن سران جمهوری اسلامی و دست اندرکاران نگذاریم، کشورهای دیگه هم بودن. در انگلستانی که ما زندگی میکنیم دولت آقای جانسون هم به خوبی عمل نکرد، بایستی زودتر اقدام میکردن یک مقدار. میبینیم کشورهایی که مقایسه میکنیم الان کشورهای مختلف رو، میبینید اونهایی که درست به موقع عمل کردن تونستن خیلی خوب جلوی این بیماری رو بگیرن، مدیریتش بکنن در حقیقت، ولی در ایران ما متاسفانه نشد. ولی همونطور که گفتم کادر پزشکی واقعا فداکاری کردن و آیت کار رو انجام داد. بله، بدون تردید. اما شما بفرمایید، از زبان شما قطعا بسیار مشتاق هستن بدونن که به هر حال ناخواسته اگه کسی مبتلا شد چه باید بکنه، شما چه کردید؟
ببینید، من خب در منزل با مادرم زندگی می کنم و نگران ایشون بیشتر بودم به مراتب تا خودم، به خاطر سن و سالشون، به خاطر بیماری قند که هم خودم دارم و هم ایشون دارن دیابت، نگران بودم. ولی کم و بیش همراه هم این بیماری رو ما هر دو گرفتیم. با تب بالا من گرفتم، ایشون خوشبختانه نوع خفیفش رو گرفتن و بیشتر پیش نرفت و با ولی من با تب بالا، تب 39 39.5 درجه، سرفه هایی که می کردم تا حدی، نفس تنگی به اون صورت نداشتم، ولی خب کاملا نشون میداد که علائم بیماری کرونا هستش. و اینجا دستگاهی دارم که سر انگشت دست میگذارید و اکسیژن خون رو اندازه گیری میکنه، نشون میداد که درصد اکسیژن خون داره پایین میادش و این خودش علامت خطری بود در حقیقت. و در اون موقع آمبولانس رو خبر کردیم اومد، اعضای یعنی کادر آمبولانس که اومدن، هر دو من و مادر رو چک کردن و دیدن که ایشون نه، میتونن در منزل بمونن و خودشون رو از خودشون مواظبت کنن، ولی من گفتن بایستی بیای و بریم بیمارستان. و از همون لحظه که من رو در آمبولانس گذاشتن تا بیمارستان، ماسک اکسیژن روی صورتم بود که اکسیژن رو مرتب بدن. و بعد به بیمارستان رویال فری لندن که رفتم، که یکی از بزرگترین و معظمترین بیمارستان‌های بریتانیا هستش و مرکزی هستش که اول بار مریض‌های که کرونا داشتن رو به اونجا بردن. و جالبه بدونید که اولین مریض هایی که به اونجا رفتن دو ایرانی بودن در حقیقت، که به اونجا بستری شدن و خوشبختانه معالجه شدن و اومدن بیرون. ولی از ایران اومده بودن آقای مسافرتی به ایران کرده بودن اگر اشتباه نکنم، فکر کنم اینجا زندگی میکردن ولی از ایران برگشته بودن. به هر حال درست من در اون موقعی در بیمارستان بودم که اوج این بیماری بود در انگلستان، اواخر ماه مارچ میلادی و تا دو هفته اول ماه آوریل که به حد اکثر رسید. یعنی من وقتی در بیمارستان بودم حدود 500 نفر مریضی که به کرونا مبتلا بودن در اونجا بودن، که اکثریتشون هم در اتاق مراقبت ویژه و ICU بودن، ولی من و دیگر مریض هایی که بودن در اتاقهایی بودیم که فقط اکسیژن بهمون میدادن، آنتی بیوتیک تزریق میکردن که عفونتی که در ریه هست از بین بره. و واقعا نگهداری و مراقبتی که باز کادر پزشکی اینجا انجام دادن بی‌نظیر بود. من واقعا زندگیم و مدیونشون هستم و بعدن هم یک نامه تشکر بلند بالا برای بیمارستان نوشتم که خیلی تشکر کردم از همه پزشکان، پرستاران، همشون واقعا، نه فقط اونها، حتی اون کلینر، اون کسی که نظافتچی بیمارستان هست داره با جون خودش بازی میکنه وقتی که اونجا رو داره تمیز میکنه. به هر حال میگم بعد از 13-14 روز که مرخص شدم و حالم بهتر بود و اکسیژن به حال طبیعی برگشتم منزل. و ولی خب واقعا راه نمیتونستم برم، برای اینکه ماهیچه های بدن تحلیل میره در این بیماری متاسفانه، و اصلا چندین روز فقط بایستی دراز میکشیدم و نمیتونستم حرکتی به اون صورت بکنم. خیلی بیماری واقعا ناراحت کننده یه جناب چالنگی، امیدوارم هیچ کس از دوستان، از آشنایان اینها نگیرن، ولی قابل درمانه. یعنی اگر بدن بتونه مقاومت کنه، اگر بتونه درست عمل بکنیم که میدونید ایمنی بدن رو بالا بریم، این مسائل میتونه انسان که غلبه بکنه برش. خب مادر چطور هستن؟ خوب هستن؟ مادر خوب هستن. سریتر خوب شد؟ بله ایشون سریتر خوب شدن، ولی خب علائم و در حقیقت اون عواقبش که باقی میمونه متاسفانه یه مقدار هستش خواه نخواه. ولی من همین اخیراً از این تست های خونگی هم گرفتم که آنتیبادی رو تست میکنن، و خب من که معلوم بود مثبت هستم، میخواستم مطمئن شم که ایشون هم مثبتن، و مثبت بودن. ایشون هم تستشون مثبت بود که نشون میداد هر دوتامون گرفتیم. حالا اینه که امیدوارم دیگه سراغ ما نیاد این ویروس دیگه. ولی بعد دیگه عواقبی که نداره وقتی شفا پیدا کرد؟ خب
ببینید، میگم در بسیاری بیمارها نوعهای متفاوتی خودش رو نشون میده. مثلا به کلیه میتونه صدمه بزنه، به کبد میتونه صدمه بزنه، به دستگاه گوارشی میتونه صدمه بزنه و به قلب همینطور، و به قلب و اعضای داخلی بدن رو میتونه. الان من خودم به شخصه هنوز ریه هام به جای اولیه خودش بر نگشته، هنوز ریه ها یه مقدار نفس عمیق که میکشم کاملا متوجه میشم که پر نمیشه. مادرم هم همینطور، یعنی نفس تنگی به اون صورت نداریم، ولی خب گنجایش کامل ریه به جای خودش بر نگشته. اینها چیزاییه که میمونه، ولی متاسفانه در بعضی بیماران عواقب دیگه ای داره و به خصوص کلیه. کلیه جایی هستش که خیلی میتونه صدمه ببینه از این بیمار. خب امیدواریم که همه این عواقب هم از بین بره و به مرور. و ضمناً این رو هم بگم آقای دکتر نامدار بقایی یزدی گرامی که شما از طریق تفسیر خبر اعلام تجرد کردید، پیامدهاش دیگه متوجه خود شماست. به هر حال اعلام تا چند از امید هست که واکسن یا داروی قاطع و قطعی برای این داستان پیدا بشه؟ خوشبختانه واکسن در حال تولید هستش و داره پیش میره. آزمایشاتی که الان اینجا در دانشگاه آکسفورد انگلستان شده و اون تحقیقات در حقیقت بالینی و اون کارآزمایی بالینی یا کلینیکال ترایالی که دارن انجام میدن به مرحله سوم داره میرسه، خیلی سریع هستش. واقعا شاید در طول تاریخ داروسازی هیچ واکسن یا داروی دیگری به این سرعت پیش نرفته تولیدش و درست کردنش. و خوشبختانه گفتن که تا به حال تمام اون کسانی که واکسن رو بهشون داوطلبانه زدن نتیجه خوبی نشون دادن، هیچ کدوم تا به حال نتیجه مثل اینکه منفی و بدی نشون داده نشده. و کمپانی معروف و بزرگ آسترازنکا که کمپانی بزرگ داروسازی جهان هست که در انگلیس هستش، گفتن که ما از الان شروع میکنیم تولید این رو تا وقتی که نتیجه نهایی از در حقیقت دانشگاه آکسفورد بیاد، ما شروع می‌کنیم به میلیون میلیون از این واکسن رو درست کردن. البته در آمریکا، در آلمان، در فرانسه هم کارهایی داره پیش میره. خود چینی‌ها مشغول این کار هستن که این هدیه رو به دنیا دادن در حقیقت. و فکر می‌کنم تا آخر امسال، تا معتقد هستن تا عید میلاد مسیح، تا کریسمس، یا به هر حال تا اواخر امسال بتونن مقادیر زیادی از این واکسن رو به بازار بفرستن. بله. خب بینندگان عزیز، اگر پرسشی دارید در همین مورد، تجربه آقای دکتر نامدار بقایی عزیز، حتما برای ما بنویسید، پیام بگذارید، ما با ایشون در میون خواهیم گذاشت و در برنامه بعدی آینده‌ای که با ما خواهند بود با ایشون در میون خواهیم گذاشت و پاسخ‌های ایشون رو خواهیم میشنید. هم تخصص در این زمینه دارن و هم متاسفانه تجربه کردن این بیماری دار. و اما فرصتی هست در عرصه دیگه کارشناسی شما، محیط زیست، به ما شما بفرمایید. الان ما اطلاعات دقیقی نداریم، این آتش‌سوزی های جنگل های ایران یا جاهای مختلفی در ایران، ایرانی که فضای سبز کم داره، بسیار کم داره، اینها رو چقدر شما مؤثر میدونید، این ویران کردن جنگل ها رو در پیامدهاش برای سلامتی مردم، برای کودکان، مسن ها، همه؟ دیدیم در ظرف این چند هفته اخیر به خصوص که این آتش سوزی جنگل ها واقعا مناظر ناراحت کننده و تأسف باری رو روی صفحه های تلویزیون ما میاره و میبینیم اینها رو. و متاسفانه درست باز رسیدگی نشده. میدونید مدیریت بحران در ایران، در ایران تحت جمهوری اسلامی بسیار خراب کارش. الان ببینید به جای اینکه بالگردهای آب پاش باشن، اینها رو فوراً گسیل بکنن و بفرستن به این مناطق که بتونه رسیدگی کنه،
جنگ و دعوا هست بین مراجع دولتی که شما پول ما رو ندادید، شما هنوز قرض قبلی ما رو نپرداختید فلان. میدونید یعنی اصلا هیچ گونه مراقبتی که به اون صورت بایستی باشه و دلسوزانه بتونن عمل بکنن وجود نداره. و خب میبینیم این البته آتش سوزی در این جنگل ها به خصوص جنگل های زاگرس که گستردگی بزرگی داره، در 11 استان ایران از شمال از آذربایجان غربی شروع میشه و تا فیروزآباد فارس تا اونجا میره، تا حتی نزدیک محل زندگی و تولد شما مسجد سلیمان تا اونجاها، حتی تا اون مناطق خوزستان و اون مناطق پیش میره. و متاسفانه این جنگل های زیبای بلوط، این درخت هایی که چند صد سال یا شاید هزار سال بعضی هاش قدمت داشته، بسیارش سوخته. یک شیشم در حقیقت مساحت جنگل های زاگرس ظرف این یکی دو دهه اخیر از بین رفته. میدونید مساحت جنگل های ایران در حاشیه در حقیقت دریای خزر، دریای مازندران و شمال ایران هستش، اون جنگل های ایرانی، و بعد میایم به جنگل های زاگرس که الان اخیرا این گرفتاری رو پیش آورده. ما یک چیزی حدود 3.5 میلیون هکتار اونجا در حقیقت جنگل وجود داره، گونه های بسیار زیاد حیوانی و گیاهی وجود داره که متاسفانه بعضی اینها دیگه ممکنه برای همیشه از بین رفته باشن و دیگه به قول معروف نسلشون منقرض شده باشه و از بین رفته باشه در اون مناطق. حالا صحبت های مختلفی میکنن مراجع که میگن که مراجع دولتی و در حقیقت اونها میگن که این کارها 10% تا این خبر آخری که خوندم گفتن 10% این آتش سوزی ها عمدی بود. حالا عمدی بودن به چه علت بوده؟ آیا دعوای خانوادگی بوده، دعوای قومی بوده بین ایلات و اینها که این کار رو انجام دادن؟ و البته معتقدم هستن که در بعضی جاها مثل مثلا پارک چیتگر در تهران که یکی از مناطق زیبای سبز اطراف تهران هستش، باز هم اونجا میگن عمدی این کار انجام شده و برای تشویش اذهان عمومی این کار رو کردن بعضی ها که این آتش سوزی ها باشه. چون من واقعا با اینکه 19 سالم بود و از ایران اومدم بیرون، هیچ وقت خاطرم نیست جناب چالنگی که به این صورت و به این شدت ما در زمان گذشته آتش سوزی داشته باشیم. پیش میاد، آتش سوزی های طبیعی پیش میاد. شما کافیه فقط یک قطره شبنم روی برگ درخت بنشینه و همون قطره شبنم میتونه مثل عدسی عمل بکنه، مثل لنزی عمل بکنه و نور خورشید که میتابه رو منعکس بکنه بر روی برگ ها و برگ های خشکی که روی زمین ریخته و آتیش بزنه اینها رو. یعنی یک قطره شبنم میتونه باعث این کار بشه. الان در بسیاری مناطق زیبا و پارک های طبیعی یا اونجاها میبینیم فیلم هاش و گزارش هاش رو، چقدر آشغال میریزن، چقدر زباله ریخته میشه، زباله هایی که مثلا بطری که اونجا افتاده، بطری های بیرنگ، در حقیقت بطری هایی که بیرنگ هستن، اینها باز میتونن نور خورشید رو منتقل بکنن و مثل حالت عدسی عمل بکنن و باعث آتش سوزی شن. این درسته، این ممکنه پیش بیاد، ولی در حقیقت عمدی بودن اینها رو بایستی رسیدگی کنن. حالا گفتن یک عده‌ای رو دستگیر کردن، گزارش هایی میرسه، ولی رسیدگی به این جنگل ها مهمه. الان این مردم بیچاره اون مناطق نبایستی با شاخه و چوب خودشون رو اینها برن و این آتش ها رو اطفا بکنن. بایستی دستگاه درست دولتی باشه، هلیکوپترهای آب پاش باشه، هواپیماهای آب پاش باشه. میبینیم در همه کشورها میبینیم که به چه صورت عمل میکنن. در کشور استرالیا که همین تا چندین ماه پیش این آتش سوزی ها رو داشتن، هواپیماهای بزرگ جامبوجت 747 ارتششون رو پر از آب میکردن و میرفتن بالای این جنگل ها و خالی میکردن.
چرا ما الان هواپیماهای باربری ارتش ایران نمیتونه این کار رو انجام بده به همون اندازه. میتونن منابع بزرگ آب رو در این هواپیماها بگذارن و برن روی مناطق و خالی بکنن. به هر حال متاسفانه خیلی وضعیت ناهنجار و خیلی غم انگیزی رو به بار آوردن. خب بله، در پاسخ پرسش شما قطعا خود شما واقف هستین. تفاوت حکومت هایی هست که در استرالیا و جاهای دیگه هستش، مگر نه در همین آمریکا هم که کالیفرنیا هر سالی به عنوان یک عادت ملی در اومده، سالیان سال جنگل ها و درختان در کالیفرنیا دچار آتش سوزی میشن. اما آقای بقایی، از این وقتمون کم، پرسش ها بسیار، روزگار ماهی ها در جمهوری اسلامی هم به شکل غم انگیزی در اومده. ببینید جناب چالنگی، این در حقیقت وضعیت ماهی ها که فرمودید، ظرف چند ماه گذشته هم در جنوب ایران و هم در شمال این گرفتاری رو ما میبینیم. در جنوب اجازه‌ای که به ماهیگیران چینی دادن که بیان و در اونجا ماهیگیری بکنن در دریای عمان، و اینها با تکنیک هایی که استفاده از برق میکنن که ماهی رو در حقیقت بگیرن و اینها رو به این صورت استفاده میکنن، این برقگیری که استفاده میکنن، برقی که میدن در داخل دریا، نه تنها ماهی ها رو از بین میبره، بسیاری دیگه از گونه های مهم آبزی رو هم از بین میبره. و برای اینکه این کار رو بکنن، به هر حال گونه های مختلفی از ماهی ها اصلا کمیاب شده یا منقرض شده، حتی هم در دریای عمان و هم در خلیج فارس متاسفانه. و در شمال ایران دیدیم چندین ماه پیش در نزدیک جزیره میانکاله، اونجا باز به خاطر فضولات و پسماندهای صنعتی که به اونجا ریخته شده بود و گرفتاری هایی که در اون منطقه بود، چه همه تعداد زیادی از پرنده ها و ماهی ها، اون پرنده های زیبای فلامینکو از بین رفتن، همچنین ماهی هایی که در اونجا بود و ماهیگیران شمال ایران در اونجا استفاده می کردن و کار ماهیگیری و کار روزانهشون رو با اونها می گذروندن. باز این از گرفتاری ها و از بیمدیریتی که در مملکت وجود داره و نمیرسن به اینها درست، و متاسفانه با بودجه کمی که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست میگذارن، اینها نمیتونن درست عمل بکنن، درست بفرستن نگهبانان یا اشخاصی که بتونن جلوگیری بکنن از این کارها، متاسفانه. بله، سپاس بسیار داریم. مسئله طبیعت، محیط زیست، هماهنگی، حضور همه موجودات در طبیعت، هماهنگی کلی که به وجود میارن در محیط زیست و همه برای یک دیگه لازم هستند. حضورشون از خرس سرگردانی در کنار جاده‌ای در اردبیل که حیران و سرگردان هست، تا بقیه حیوانات نازنینی که مورد آزار مردمان و انسان‌ها در ایران قرار می‌گیرند، و بیشتر اونها انسان‌هایی که ارزشی برای محیط زیست قائل نیستند. سپاس بسیار از شما آقای بقایی یزدی گرامی، دکتر نامدار بقایی یزدی گرامی، با خوشحالی دوباره از بازیافتن سلامت شما و همینطور مادر گرامی، و امیدواریم که همه بیماران گرامی که هستند، عزیزان در هر جای ایران و جهان، هر چه زودتر از بستر بیماری برخیزند. به پایان برنامه میرسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراک، الوند، کو، زگرس، تفتان، بینالود و درفک، و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.